چندی است که خبرهای مبنی بر جدایی مهلقا باقری و جواد عزتی به گوش میرسه. حال با متنی که مهلقا باقری منتشر کرده این فرض قوت گرفته. سلام به همراهان همیشگی کانال تاپ 5. با یک ویدئوی جنجالی و شوکه کننده از شایعات جدایی این زوج در خدمتتون هستم. لطفا قبل از ادامه ویدئو کانال رو سابسکرایب کنید و برای حمایت دکمه لایک رو بکوبید. هرچند از سال گذشته شایعه جدایی جواد عزتی مطرح بود، اما از فروردین اخباری مبنی بر طلاق جواد عزتی و مهلقا باقری در توییتر دست به دست میشه. البته شایعه جدایی مهلقا باقری و جواد عزتی زمانی قوت گرفت که جواد عزتی بدون حضور مهلقا در جشنواره فجر حاضر شد و برنده جایزه سیمرغ شد و مهلقا باقری در اینستاگرامش هیچ واکنشی به خبر جایزه جواد عزتی نشون نداد. همچنین مدت زیادی است که این زوج در مراسمات مختلف در کنار هم دیده نشدن و هیچ عکس مشترکی نذاشتن و مهلقا تمام عکس‌های مشترکشون رو از پیجش پاک کرده. مهلقا در واکنش به این شایعات در اینستاگرامش نوشت: گذشته هایت را ببخش، زیرا آنها مانند کفش‌های کودکیت نه تنها برایت کوچک هستند، بلکه تو را از برداشتن گام‌های بزرگ باز می‌دارند. جواد عزتی هیچ واکنشی نسبت به این پست مهلقا نشون نداده. جواد عزتی و مهلقا باقری دو بازیگر و هنرمند محبوب و دوست داشتنی کشورمون هستند. جواد عزتی بازیگر توانمند سینما و تلویزیون ایران، متولد 20 دی ماه 1360 که فارغ التحصیل دیپلم رشته تئاتر از هنرستان سوره است. جواد عزتی بازیگر کم حاشیه تلویزیون و سینما، علاقه زیادی به آشپزی و غذا خوردن داره. اون به غذا اهمیت میده و سابقه طبخ غذا با حجم بالا رو داره. این بازیگر مشهور چندین ساله که در زمینه غذاهای فرنگی فعالیت میکنه و مدیریت یکی از شعبات رستورانی رو بر عهده داره. جواد عزتی صاحب یک شعبه رستورانه و خودش هم دستپخت خوبی داره. تفریح مورد علاقه اون فیلم دیدنه و به گفته خودش وقتی فیلم میبینه دیگه هیچ چیز نمیشنوه. جواد عزتی با مهلقا باقری ازدواج کرده و متأهله. مهلقا باقری و جواد عزتی با هم همسنن. خانم باقری در دوران تحصیلش در دانشگاه سوره کارگردانی میخونده. یک روز اون از جواد عزتی درخواست میکنه تا در تئاتری که خودش کارگردانیشو میکنه بازی کنه. به دلیل مشغله نمیتونه با خانم باقری همکاری کنه، ولی قول تابستان آینده رو میده و درست در همون تابستانی هم که قولش رو داده بوده همکاری این دو نفر شکل میگیره. آشنایی و همکاری این دو نفر ادامه دار شده و بالاخره منجر به پیشنهاد ازدواج آقای عزتی میشه. در نهایت مهلقا باقری و جواد عزتی در سال 85 با هم نامزد میکنن. این زوج در سریال قهوه تلخ و دردسرهای عظیم دو با هم حضور داشتن. جواد عزتی علاقه زیادی به کار خود داره و اهل فوتبال و بیش از حد بودن در فضای مجازی نیست. عاشق مسافرکشی و صحبت با تمامی اقشار جامعه است، تا جایی که برای ثبت نام ماشین به تاکسی رانی رفته. سوپر استار سینمای امروز کشورمون به نجاری نیز علاقه داشته و در مصاحبه‌ای با مهران مدیری در برنامه دور همی یکی از تفریحات خودش رو کار با چوب اعلام کرده. مهلقا باقری بازیگر محبوب سینما و تلویزیون و متولد سال 1360 که به صورت حرفه‌ای در حوزه کارگردانی و بازیگری تئاتر فعالیت داره و در جشنواره‌های داخلی و خارجی در کشورهای نظیر فرانسه، روسیه و اسپانیا حضور داشته. مهلقا باقری و جواد عزتی در حال حاضر فرزندی ندارن. این زوج بازیگر در سریال‌های باغ مظفر، قهوه تلخ، دردسرهای عظیم دو و زخم کاری و همچنین فیلم سینمایی آینه بغل و شنای پروانه هم بازی بودند. جواد عزتی بازیگر طناز کشورمون سال 81 به دعوت سعید آقاخانی با مجموعه قصه های شبانه به عنوان بازیگر و صداپیشه عروسک اولین بار جلوی دوربین حضور پیدا کرد. اما با بازی در سریال باغ مظفر مهران مدیری و مجموعه قرارگاه مسکونی در میان مردم شناخته شد. اون در سال 1389 با سریال قهوه تلخ با ایفای نقش بابا اتی به اوج شهرت دست پیدا کرد. جواد عزتی نه تنها به ایفای نقش در مجموعه های طنز پرداخته و با حضورش در نقش های اصلی در فیلم های کمدی یکی از پولسازترین بازیگران سینمای ایران بوده، اون توانسته تواناییش رو در ایفای نقش های جز کمدی به رخ همه بکشه.
اون با نقش آفرینیش در فیلم های جدی مانند تنگه ابوغریب، ماجرای نیم روز، سریال زخم کاری تبدیل به بازیگری شد که شمایل شوخ و جدیش در نقش های شیرین یا تلخ خواهان داره و بازیگریش در فیلم های کمدی تضمین کننده فروش اون فیلم به نقش آفرینیش در فیلم های جدی با چالشی جذاب روبروه. جواد عزتی تا کنون تونسته با کارگردان‌های مختلف و مشهوری کار کنه و برای مخاطبان تلویزیون نیز شناخته شده باشه. اون از ابتدای دهه 80 تا امروز در حدود 30 سریال تلویزیونی بازی کرده و آروم آروم از حاشیه سریال‌ها به متن نزدیک شده و امروز به یکی از بهترین‌های سینمای ایران تبدیل شده. فیلم‌های جواد عزتی که جزء پرفروش‌های سال 97 بودند. جواد عزتی یکی از بازیگران پرطرفدار سینمای ایرانه که اغلب حضور اون در فیلم‌ها با استقبال زیادی مواجه میشه و از اون میتونیم به عنوان چهره پولساز سینمای ایران در چند سال اخیر یاد کنیم. جواد عزتی چند سالیه که نسبت به قبل پرکارتر شده و اغلب فیلم‌های اون به فروش قابل توجهی در سینما دست پیدا می‌کنه. جواد عزتی در سال 97 جلوی دوربین چندین فیلم سینمایی رفت که هنوز به اکران نرسیده یا به تازگی اکران خودش رو آغاز کرده. هزار پا، تنگه ابوغریب و پارادایس سه فیلم جواد عزتی هستن که در سال 97 اکران شدن و از پرفروشترین های سینما بودن. جواد عزتی بازیگر کمدی سینما و تلویزیون در نقش لطیف سریال دردسرهای عظیم خوش درخشید. از چندی پیش شایعه جدایی این زوج هنرمند در فضای مجازی منتشر شده که محلقا باقری در جدیدترین پست اینستاگرامی خود درباره فراموش کردن تجربیات گذشته نوشته که همین بهانه ای شده که کاربران فضای مجازی شایعات جدایی اون از جواد عزتی رو دوباره داغ کنن. البته به نظر میرسه این خبر نیز شایعه است و جواد عزتی و همسرش محلقا باقری نیز واکنشی به این اخبار نشون ندادن. امیدوارم این خبر حقیقت نداشته باشه چون واقعا زوج خوبی بودن. نظر شما در مورد این زوج هنری چیه؟ ممنون که تا انتها همراه ما بودین و با لایک و کامنت های زیباتون ما رو همراهی میکنین.